در همه عیاد دینی با توجه به اختلاف نام ها و سبب آن لذایی که شاعر ادیان حساب می شود به همان که از نشانه هایی است که هر ملت و مردم آن را با دیگر ملت ها متمایز می کند و در اسلام همه نصوص دینی تواتر بر این است که عیاد مسلمان ها در سال منحصر به دو عید فطر و عید قربان می باشد و عید هر هفته که جمعه است حضرت محمد صلی الله علیه و فرماید برای هر ملتی عید وجود دارد و این روز عید ما مسلمانان است برگونه عید دیگری مانند کریسمس و سال سال میلادی و غیران برای اهل کتاب می باشد و برای مسلمان جائز نیست که در این عیاد ابراز خورسندی کرده و یا جشن و تبریک بگوید و حتی هدیه دادن به آنها از نوع هدیه هایشان که در این عید مرسوم است و یا فروش گونه هدیه و یا چراغانی و درخت کریسمس و شیرینیجات مخصوص این عید پرهیز کند چرا که بر این امور نه وارد شده است و سبب آن دو چیز است اولا این اعمال و هدیه دادن ها و دیگر چیزها یک نوع تشبیه حاصل شده و موجب می شود که به کفر آنها اقرار کنیم در اسلام تشبیه به کفار را در خصایص آنها حرام کرده است دوما در این عیاد یک نوع بدعت و نوآوری در دین الله رخ داده شده ابن القیم رحمه الله میفرماید و اما تبریک گفتن به مراسم خاص اهل کفر حرام به اتفاق است مانند تبریک گویی به آنها در اعیادشان و یا شخص به آنها بگوید عیدتان مبارک هر کس این حرف را بگوید حتی اگر به درجه کفر هم نرسد مسلما بداند که مرتکب حرام شده است به این بان با معنا نیست که برخورد با آنها ناپسندیده یا اعتدایی به آنها بشود و معنی عدم مشارکت در اعیادشان بدان معنا نیست که به آنها تعدی شود و همانا فقط در شخصیت مسلمان تمیز حاصل شده و مسهری برای ابراز عقاید و مراسم دینیش باشد و لازم به ذکر است که قبول هدی از جانب آنها جائز است به این امر سبب آن نشود که مشارکت و اعترافی به جشنشان رخ دهد و ما از این باب هدی آنها را قبول می که از باب نیکی باشد و به قصد همدلی و دعوت به اسلام مشروط به اینکه قربانی در این عید از آنها قبول نکنیم چرا که جایز نیست شیخ الاسلام نتمیه میفرماید و اما قبول هدیه از آنها در روز عید از علی بن طالب رضی الله عنه ثابت شده که در عید نوروز به او هدیه داده شده و قبول کرده و از ابی برزه که ساکنان مجوسی در پیش او بودند ثابت شده که به او هدایایی در عید نوروز و جشنواره ها داده میشد و به خانواده خود می گفت هر آنچه که از این هدایا میوه بود بخورید و هر چه غیر از آن بود را برگردانید